سلام بچه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمتتون هستم با توضیحاتی پیرامون هانتیمنتی که میخوایم 23 فروردین برگزار کنیم. What is this event؟ این ایونت چیه اصلا؟ من اینجا سری توضیحات نوشتم که امیدوارم براتون یکم شفاف کنه این ایونت رو. Bug Bounty event like Hacker Run event، بچه یک ایونت Bug Bounty مثل اون ایونت هایی که تو Hacker Run برگزار میشه. Free to join، آزاده برای بچه ها ثبت نام، یعنی اصلا ثبت نامی نداره، هر کسی میتونه شرکت کنه. Considerable rewards will be given، بچه ها ما بانتی های خوبی خواهیم داد توی این ایونت به کسی که بتونه آسیب پذیری پیدا کنه. یعنی چی؟ بریم جلوتر. Is this a CTF؟ آیا این یه CTF بچه ها؟ It's not a CTF since there is no flag or goal. بچه ها CTF نیست به اون معنا، چون CTF میشه capture the flag، شما باید به flag برسید. ما اینجا چنین چیزی نداریم، یعنی flagی نداریم که شما باش برسید و هدفی هم نداریم که بگیم باید مسیر مشخصی رو دنبال کنید. It's a CTF like event، یک ایونت CTF مانند شاید باشه. یعنی چی؟ یعنی since assets are deliberately vulnerable، asset ها یا دارایی هایی که توی این ایونت میبینیم بچه ها به صورت تعمدن آسیب پذیرن. پس ما فلگ نداریم و ولی سامانه تعمدن آسیب پذیر داریم. پس فرقش چیه؟ فرقش اینجاست بچه ها. Are the vulnerabilities designed by your team؟ بچه ها آیا ما آسیب پذیری رو طراحی کردیم؟ اینجا فرق شروع میشه. میتونیم زیر دست در واقع جزء کاتگوری CTF هم بگیریم، انشاءالله خیلی اصراری نیست، ولی میخوام این تفاوتش رو یکم چیز کنید متوجه بشین، چون CTF ها معمولا به تیم جایزه میدن، مثلا تیمی که اول شده، ولی ما اینجا به تیم جایزه نمیدیم، به گزارش جایزه میدیم و یه هانتیمنت در نظر بگیریم دیگه. All vulnerabilities are real، بچه تمام آسیب پذیری ها واقعی هن که گذاشتیم. We haven't designed anything like CTF، ما چیزی طراحی نکردیم بچه ها. Not only the vulnerabilities، نه تنها آسیب پذیری ها، but also the path of reaching the flaws، بلکه اون مسیری که منجر میشه به آسیب پذیری هم ما طراحی نکردیم، یعنی همش آسیب پذیری واقعیه. There is no enterprise product to test by hunters، بچه ها ما اینجا قرار نیست به شما enterprise product بدیم. این کاری که میکنن مثلا یه CTF برگزار میکنن، یه محصول enterprise میان تست بشه با هزینه کم، نه اصلا چنین چیزی اینجا نیست. و we put some vulnerabilities without any change، بچه ما اگه بخوام خیلی ساده شده تون بگم، از آسیب پذیری که خودمون من و تیمم پیدا کردیم توی هکر وان با کراد اینتگریتی و سامانه های حالا باگ بانتی، همون باگ و همون مسیر رو اومدیم توی این سامانه پیاده سازی، توی این مجموعه‌ای که بهتون میدیم پیاده سازی کردیم و اینو در اختیار شما میذاریم که بیاین یه تمرین کنید. یعنی شما اگه بتونید آسیب پذیری پیدا کنید، عیناً و عیناً و عیناً یه آسیب پذیری واقعی رو پیدا کردید. اوکی؟ و how long the event will take، بچه ایونت چقدر طول میکشه؟ یک هفته چیزی که پیش بینی کردیم، ممکنه یکی دو روز تمدیدش کنیم. استریم خواهیم داشت هر شب، یوتیوب یا تویچ اعلام میکنم، میتونید تو توییتر من دنبال کنید، تو اینستاگرام اونجا اعلام میکنم. There are several lives، آیا یه سری لایف ها خواهیم داشت، یه سری استریم ها خواهیم داشت، اینا ذخیره میشن یا نه؟ بچه ذخیره میشن، ولی این که مثلا فردا آپلود کنم ممکنه مثلا چون یه ما بعد آپلودش کنم نمیدونم. پس بهتون پیشنهاد میکنم که لایو ها رو حتما شرکت کنید. تو استریم ها چیکار میخوایم کنیم؟ یه سری نکات میام بهتون میگم، من بهتون میگم مهمون خواهیم داشت، حتما هم چیزای پیچیده ای نیستن، میخوایم از ساده ها شروع کنیم، پیچیده ها هم کاور میکنیم، دوست داریم که جامع باشه، یعنی برای همه قشری مناسب باشه. بانتی تیبل بچه ها، بانتی تیبل به ما بگو یاشا. ما مبالغ خوبی برای بانتی تیبل گذاشتیم چون اسپانسرهای خوبی گرفتیم. اگه چیزی رو تغییر ندیم، چون ممکنه تغییر بدیم حالا یه ذره بالتر یا پایینتر، کریتیکال و هلوش 8 میلیون در نظر گرفتیم بچه ها. و بانتی تیبل رو روز مسابقه توی وبسایت میذاریم، حالا وبسایت هم بهتون نشون میدم بچه ها. کاملا یک برنامه باگ بانتی حسابش کنید، یعنی اصلا ایونت رو از ذهنتون حد بزنید. تنها چیزی که اینجا هست این که حتما آسیب پذیری داریم، همین، وگرنه یک برنامه باگ بانتی در نظر بگیرید دقیقاً. و اسکوپ چیه بچه ها؟ A wide scope will be introduced، expect setter.domain.com بچه ها. یه دامین
یک اسکوپ اینجوری به اضافه آی پی ها، یعنی ما میگیم هر آی پی که متعلق به این کمپانی باشه و هر دامین و ساب دامین های دامین هم که معرفی میکنیم، یعنی اول قطعا باید بشین پالیسی و پروگرام بخونید. و there might be some out of scope sub domains, so pay attention to program. بچا ممکنه بعضیش out of scope باشه و نگاه کنید که رو out of scope آسیب پذیری پیدا کردی برام گزارش نکنید، یعنی پالیسی برنامه رو بشین بخونید دیگه. مهمونی هانتر، اگه حتی نمیدونید پالیسی برنامه چیه یا هانت چیه، من قرار اول بیام تو ایونت اینو توضیح بدم بچا، روز اول بیام اینا رو توضیح بدم براتون که اینا به چه صورت و چه جوری باید پالیسی بخونید. من خودم پالیسی رو براتون میخونم، نکاتش رو بهتون خواهم گفت. The report will be reviewed during the event. بچه ما ریپورت ها رو گزارشه که به من ارسال میشه رو بررسی میکنیم به صورت خیلی دقیق و براتون جوابش رو میدیم. گزارشه که قبول بشه رو جواب میدیم که اینا قبول شده. اسکوبورد خواهیم داشت که اونجا اسمتون میخوره که اگه چیزی رو کسب کنی رپیوتیشن میگیرید. بچه گزارشی که مهم بفرستید، ما توی قسمت پالیسی تو باگ باند صفحه وبسایت که بهتون نشون میدم دقیق میگیم که چه جوری به کجا باید این مثلا گزارش رو ارسال کنید و گزارشون حاویه چه چیزایی باشه. مثلا حتما باید یوزر نیم داشته باشید، یه چیز مثلا فرض یوزر نیم توییترتون یا هر جایی هست تو بذارید، ایمیل بذارید که باهاتون ارتباط داشته باشین و الی آخر. این هم تو کامل توضیح میدیم. Is there any scoring system؟ Scoring system داریم؟ بله بچه، scoring systemمون بر اساس reputationه، یعنی ما شما گزارش میدید critical، ما به شما که بانتی میدیم این هیچ، ولی یه جدول scoreboard هم داریم که ما خواهیم ببینیم کی اول میشه تو این چیز توی این event و پس اونجا نشون داده میشه بر اساس reputation. بچه ها یادتون باشه چرا میگم reputation؟ به خاطر این شما آسیب پذیری duplicate یا تکراری هم اگر ارسال کنید میتونید یه reputationی دریافت کنید. نگاتیو پوینت که قطعا نداریم برای این مسابقه فعلا تو این سری و رپیوتیشن هم بر اساس هر آسیب پذیری داده میشه که بچه تو ایونت پیج میذاریم که هر آسیب پذیری یا هر استیت آسیب پذیری چه رپیوتیشنی خواهد داشت. بعد با هانترهایی که مثلا با سه تا هانتری که بیان توی اسکوبل اولشان قطعا مسابقه خواهم کرد، اگه دوست داشته باشن از اون سوال جواب میپرسیم چند وقت هانتر هم و و و و چه متدولوژی داشتن. سوال خیلی مهم، ما میتونیم با من تیم شرکت کنیم به هیچ عنوان اصلا و ما فقط یه نفر میشناسیم، اسم یه نفر میزنیم توییتر، یه نفر میزنیم تو اسکول و یه نفر صحبت میکنیم. اگه میخواین چیت هم بکنین که توصیه نمیکنم به ما نباید بگین. و تیمی که پشت ایونت چیه بچه‌ها؟ تیم خودمه با هم دیگه، حالا همشون اعضای تیم نیستن، یه سریاشون بچه ها دوستان من بودن که اومدن کمک کردن و اینو با هم دیگه آوردیم بالا. علاوه بر این که جایزه داریم تو بانتی میدیم، بچه ها یه سری حالا اسپانسرامون هم اسپاتیفای میخوان جایزه بدن، دو نوع اسپانسر داریم دیگه، یه سری هستن که کامل اومدن اسپانسر شدن، یه سری فقط مثلا یه سری هدایه میدن، مثلا ما کتاب میدیم بچه ها و نمیدونم چیز میدیم، اسپاتیفای میدیم، مثلا اسپاتیفای یه ماه. حالا من اون موقع که حسابا رو میدم میگم که چه اشخاصی اومدن این کار رو انجام دادن، چه شرکت هایی بودن و که اسپانسر های چیزمونه، درجه دومونه، اسپانسر های درجه یکمون هم که بچه ها توی قسمت ابات هاست تو سایت همون پایین خورده و این هم اعضای تیم هم که میبینین. از اینجا هم یه سری متون هست که میتونید برید مشاهده بکنید و من فقط توضیح بهتون بدم این علامت سوالم اینه که این ایونت چی خواهد بود. حالا اگه ایونت خوبی باشه سالهای دیگه هم برگزار میکنیم، ایونت که آنلاینه دیگه. و از این ور بچه ها، پس روز 23 فروردین ساعت 9 شب وقتی شما اینجا رو بزنید، جوین رو بزنین، چه اتفاقی میفته؟ اینجا پالیسی برنامه گذاشته میشه و از اونجا شروع میشه دیگه، باگ باند شروع میشه. شما میتونید اینجا نوشته میشه که اینجا براتون میذاریم که چجوری میتونید گزارشاتون رو ارسال کنید و تو لایو هم من هر شب روند رو بررسی میکنم چند تا گزارش اومده چجوریه و ایشالله ما بتونیم هدف از برگزاری بچه این ایونت چیه؟ اینکه اولا ما بتونیم مخاطبهای غیر امنیتی رو با باگ باندی آشنا کنیم، سازمان ها رو با باگ باندی آشنا کنیم، ببینن چه جوریه دوست، یعنی دوست بشن هکرها با سازمان ها و اینکه یه جنبه آموزشی هم که داره، جنبه آموزشی هم قویه که ما بتونیم یه سری آموزش ها رو خدمتتون اعلام کنیم. هم خود آموزش میدم، هم بچه‌ها میارم آموزش میدن، همین که اصلاحی میکنم هانترهای دیگه که ازشون دعوت کردیم بیان، حالا هر کدومشون بپذیرن میان و یه آموزش هایی هم اونجا خواهیم داشت. حالا آموزش ها میتونه خیلی فنی باشه، بعضیش میتونه خیلی ساده باشه و دوست داریم همه مدلی رو داشته باشیم. پس www.vuriox.ir اینم وبسایت
که میتونید جوین بشین و بعدا 23 فوریه ساعت 9 شب شروع بشه و حالا ایشالله از فردا شروع میکنیم لایو یوتیوب میریم. اون شبش هم ممکنه که یه لایو یوتیوب حالا یا تویچ اونجا اعلام میکنم تو توییتر هم که کدومشونه، شاید شب اول هم لایو داشته باشیم، ببینیم که چی میشه. خب امیدوارم که توضیحات مورد قبول بوده باشه، یعنی کافی بوده باشه، واضح بوده باشه و میبینمتون. دمتون گرم، خدا نگهدار.